یونس تو کمی لبخند داشته باش. انبر رحیمی دانش آموخته عکاسی دانشگاه کابل کار جدی عکاسی خود را با گروه هنری سرخ و سفید آغاز کرد. در تمام سالهایی که این گروه نمایش به روی صحنه می برد، این انبر بود که این نمایش ها را با دوربین خود ماندگار می کرد. حالا در آستانه دومین سال مهاجرت هنرمندان این گروه، آنها اینجا در پاریس گرد هم آمدند تا دیداری تازه کنند و از آنچه بر آنها رفته سخن بگویند. زندگی را خاطرات زیبا می سازه، خاطرات زیبا. مثلا ما از کابل خاطرات زیبا داریم، با دوره همیایی که داشتیم، برنامه‌ای که داشتیم، با سختی ها و مشکلات، با همه چیز با هم بودیم. و میگیم چند دقیقه از خاطرات میگویم، چند دقیقه از مشکلات اینجا میگویم، چند دقیقه از نوآوری های اینجا، و یه احساس خوب میده و انگیزه میده که بیشتر تلاش کنیم تا بتونیم اینجا جایگاه خود پیدا کنیم. انور رحیمی هستم، متولد افغانستان و رشته عکاسی را در دانشکده هنر دانشگاه کابل سال 2016 به اتمام رسیدم. یونس آشناستم، اهل افغانستان، فارغ التحصیل از دانشکده هنرها، بخش تئاتر. فاطمه توکلی هستم، 22 سالم است، از ولایت بامیان افغانستان. شفیق الله زندگی هستم، متولد غزنی افغانستان، از رشته تئاتر فارغ شدم و در جستجوی هنر پیشه شدن هستم. ما در دوران دانشگاه یک گروهی به نام گروه هنری سرخ سفید را با همسنفی ها خود ایجاد کردیم. بچه هایی که این گروه را ساختیم یک ذره بچه های شاد و بیرون از چوکات گپ زدنشان، رفتارشان، حالا چوکاتی که مردم به حساب منظم و درست میبینه از او بیرون بود و بعد از اینکه اینا کم کم ما را بچهای سرسفید میگفتن، اتفاقا از بخاطر یک قسم لباسایی که ما میپوشیدیم یک ذره رنگارنگ بود، همین سرخ و سفید و اینا کلش هم از این رنگ لباس هم میپوشیدیم و اتفاقا نمایش هم که چشم در به چشم کار کردیم، شما میبینین که لباس کاستوم ما هم لباسای چی ما کس سرخ و سفید است و همین نام ما روی گروه خود ماندیم و هدف بود که ثابت کنیم که سرخ و سفید گفتنهای شما یا کینه هایی که شما میگین، حالا هر چیزی که باعث شده که شما با همچین یک دیدگاه منفی به طرف ما ببینین و با این نام، با استفاده از این نام ما میره براتون ثابت میکنیم که یک صورت دیگه هم داره از خود، یک بخش دیگه هم در خود داره. خب علاقمندی ما به هنر زمانی شروع شد که در دوم اسد مادرم در سال 2016 شهید شد در انتحاری. من او وقت تصمیم گرفتم که به رو به هنر بیارم، تئاتر را اجرا بدم، به خاطر از اینکه من نمیتونستم دردی را که با من متحمل شده بود تحمل کنم و باعث شد که من تئاتر رو بیارم. و وقت زمانی که من تئاتر اجرا میکردم در روی صحنه و امو دردی که با من بود، من میتونستم او را فراموش کنم و تئاتر اجرا کنم. شاید من میتونم بگم که شخصیتی که فعلا امروز دارم و شخصیتی که قبل از اینکه من به هنر رو بیارم کاملا متفاوت است. در تضاد نیست ولی خیلی مختلف است. ما تانیستم اونجی پیدا کنم و او استعدادی بازیگری و هنرمندی رو در خود ببینم و یک اعتماد به نفسی به ما ایجاد شد و یک راهی ایجاد شد که من با خود گفتم که اوکی، من میتونم با کار هنرپیشگی و تئاتر زندگی کنم. اولین نمایشنامه‌ای که اجرا کردم اسکاپن بود از مولیر، که در اون نمایش من نقش قنچه را داشتم. و خب نمایش میتونیم به دهی قسمت اشاره کنیم که قسمی بود که دو پسری که میخواست با دو دختری که دوست داشتن با همدیگر ازدواج کنن و زندگی یک مشترکی داشته باشن، ولی ما این نمایش را اقتباس کرده بودیم به قسمی که چون در افغانستان این نمایش در افغانستان بیشتر به قومیت اشاره میشد
و ما ای را خواستیم که قسم بسازیم که ما میتونیم که یک دست باشیم، هم دست باشیم با هم دیگر و بیشتر روی ای تمرکز کرده بودیم. بیننده باید بتونن با نمایش، با شخصت های نمایش ارتباط برقرار کنن. و ولپن اول نمایش بود که ما به اساس امی معیار که بیننده باید ارتباط برقرار کنه و ذهنیتی که پشت کار از این نمایش داشتیم این بود که بیننده باید متوجه شد و یک نوع خودشناسی، خودآگاهی، درک از دیگرها، همچنین موارد همیشه باید دلا بالای نمایش هایی که ما کار میکردیم جاگوزین میبود. در اوایل اولش هیچ حتی فامیلم قبول نداشتن که من برم تئاتر کار کنم. زمانی که من اجرا کردم، اجراهای ما دیدن و موفقیت های ما رو دیدن، ما رو قبول کردن که من میتونم برم تئاتر کار کنم. و حتی من زمانی که با سرخ سفید اجرا کردم، خیلی از دخترایی بودن که می اومدن در این گروه تست بازیگری میدادن که بیاین اجرا کنن روی صحنه و واقعا یک شهامت گرفته بودن. یعنی به خودن این روحیه رو میدادن که اوکی من میتونم برم روی صحنه تئاتر کار کنم. و من این چیزا که میدیدم خیلی خوشحال میشدم. من حتی مثلا بعضی اوقات به دختران میگفتم، به دستانف ما که بیاین اجرا کنین، بیاین روی صحنه. و وقتی که اونا رو میدیدم که اونام دارن حرکت میکنن و میخواین که اجرا داشته باشن، میخواین روی صحنه برن، این چیز مرا خیلی خوشحال میکنه. خبر آمدن طالب یک غول دیو نیفم، یک چیز بود واقعا نیفم چی خسمی توضیح کنم. یک امید شکن بسیار ناگوار، بسیار دردآور. طالبان یک تصویری سیاه، یک تصویری شوم، یک تصویری غیر قابل باور برای ما است و خواهد بود. و ما هیچ گونه با ایدئولوژی طالبا نمیتونستم کنار بیایم و هیچ وقت نمیتونستم طالبا را کسانی ببینم که در رأس حکومتی باشه که ما بتونم در او کشور زندگی کنم. دخترایی که من میشناسم، دخترایی که من با ایشان بودم، حالا همیشان در خانه نشستن و هیچ امید ندارن، به خاطر از اینکه چون اونا تئاتریست بودن، اونا کسایی بودن که نقاشی میکردن، موسیقی مینواختن و ما شاهد بیشترین تخریبایی بودیم که در عرصه هنر بود. و طالبان اصلا اجازه نمیتن که اونا هنر داشته باشن یا اجرا کنن. وقتی یک هنرمند میخواد کار کنه، میخواد انگیزه نیاز داره، یک تحریک نیاز داره. و آمدن طالب هم انگیزه را از ما گرفت، هم او حرکتی که داشتیم به طرف هنر او را از ما گرفت. وای بای خلاصه همه چیز بین برد، هیچ چیزی به ما نموند. در حکومت طالبان، در ایدئولوژی طالبان چیزی به نام هنر وجود نداره. و ما هر روز شاهدی شنیدنی خبرهای هستیم که طالبان آلات موسیقی را در ولایات و در شهرهای مختلف افغانستان با آتش میکشند. حتی آرزوی هنرم قسم در دلا، در افکار از بین بردن اونا. دولت فرانسه یک همکاری کردن و برای ما ویزه صادر کردن و ما تانستیم از بعد از اینکه افغانستان به دست طالبان افتید به فرانسه بیاییم. زمانی که ما از افغانستان آمدیم به فرانسه، خب حال و روح روان هیچ که خوب نبود. مهاجرت چالش های خیلی زیاد داره. یک از چالش ها زبان هستم که مثلا در جامعه که آدم
با زبان، فرهنگ، با همه بیگانه هست. و به این اساس آدم نمیتونه او رشته ای که در کشور خود فعالیت کرده بود اینجا فعالیت کنه. در یک فضای قرار داریم، در یک فضای سخت که تا هنوز فشارها و واکنش های مهاجرتی در ما وجود داره، در زندگی ما وجود داره، یعنی ما داریم با خود کلنجار میریم، با وفق دادن خود، با ساختن دوباره خود. گروه سرسفید روپای خود ما استادیم و حال همه ما مصروف درس خواندن هستیم که همه ما بازم همی تئاتر اینجا ادامه دادیم و داریم تئاتر میخوانیم و من امید دارم که دوباره سرخ سفید امیجا کمپانی خود به نام امی سرخ سفید اینجا بپا میکنم و این چیزا میبینم. یک آرزوست برای به نوعی بتانم یک از کسانی باشم که در افغانستان یا در جهان هنر خود و هنری که چیزی آیده هایی و راهی که برای خودم در ذهن ایجاد میشه او را ادامه بدم. یکی از آرزوهای معمی است که من در رشته ای که تحصیل کردم و در رشته ای که من مثلا در افغانستان داشت درآمد داشتم بتونم اینجا با می رشته فعالیت کنم، رشته عکاسی، و از می رشته من یک درآمدی داشته باشم و در می رشته فعالیت کنم و ایده‌هایی که دارم مثلا بتونم اونا را به تصویر بکشم. آرزوی من برای افغانستان، برای مردم افغانستان این است که اونا بتونن آزادی بیان داشته باشن، آزادی کار داشته باشن. وقتی اینا را داشته باشه انگیزه هم باوجود میه، تحریک هم باوجود میه، علاقه هم باوجود میه، خلاقت هم باوجود میه و این توریست که میشه آدم یک زندگی عادی یا زندگی نرمال داشته باشه.